از این برتر اندیشه بر نگذرد. بینندگان و شنوندگان صاحب دل، بختیارم که باز فرصت مساعد شد در خدمت شما قرار بگیرم. برنامه ای هفته خود با غزلی از صاحب تبریزی آغاز میکنم که عنوان غزل هست تیغ استغنا. پشت پا زن بر دو عالم تا فلک پیما شوی، از سر دنیا و دین برخیز تا رعنا شوی. شد حباب از خود نمایی گوی چوگان فنا، سعی کن تا در محیط عشق بی پروا شوی. توتی از خاموشی آینه می آید به حرف، مهر خاموشی به لب زن تا به دل گویا شوی. بینشی ظاهر غباری دیده باطن بود، خاک زن در چشم ظاهر تا به جان بینا شوی. غوطه زن در بحر هستی تا گهر آری به دست، ورنه با دستی تهی چون کف از این دریا شوی. با هوسناکان به یک پیمانه می نتو با هوسناکان به یک پیمانه می نتوان کشید، سعی کن صاحب شهیدی تیغ استغنا شوی. و صاحب تبریزی یکی از سخنسرایان بزرگ زبان ادبیات پارسی دری است که پیروی سبک هندی است و هم پایه و هم تراز ابلوانی میرزا عبدالقادر بدل میدانند او را. در برنامه‌ای که گذشت ما معرفی کتابی داشتیم، برگ چند از رویدادهای یک سده اخیر کشور که نگارنده ای کتابی وزین که در دو جلد بود جناب خالد صدیق چرخی، که ما او کتاب با تفصیل هفته گذاشته تمام آجندای از او را و تمام محتویات و کتاب ما به خوانش گرفتم و راجع به نویسنده به صورت بسیار موجزی که اینا جناب خالد صدیق از 6 سالگی با تمام اعضای خانواده، زن و کودک و هرچی که بودن، اینا به زندان نادرخان میفتن و مدت 16 سال در زندان تیر میکنن، که یک بخش خاطرات خودم نشته کرده بودم به نام خاطراتم و اینک دو جلد دیگه کتاب خود که در برگرینده برهه معینی از تاریخ کشور ما بود و ما او را به خواننده ها معرفی کردیم و همچنان اونا لطف کردن و روی لین آمدن و سوالاتی که ما داشتیم اونا پاسخ گفتن، هرچند مجال نشد که ما به صورت زیاد مشرح و همه جانبه کتاب از اونا را به بحث و بررسی بگیریم و بیننده‌های عزیز ما هم سوالات خود را مطرح بکنند و بینش و نظر و نظرگاه های خود را ارائه بکنند، که البته اونا قول دادن باز یک فرصت معین دیگه که اونا را زحمت خود دادیم و با تفصیل در از هموطنان هم دعوت میکنیم که از مخالفین و موافقینشان که اونا نظرات خود ارائه بکنن. در رویدادهای هفته گذشته که گذشت در جهان و در ایالات متحده آمریکا مسئله انتخابات بود، که انتخابات ریاست جمهوری که اوباما و رامنی که دو رقیب هم بودند پس از 1 سال و بیشتر مبارزات تنگاتنگ، اینا تانستند که به شکل دموکراتیک جریان انتخابات خود را پیش ببرن و ما دیدیم که سرانجام باراک اوباما گویا سبقت از رقیب خود برد و به صورت عموم یک واقعه بسیار زیاد امیدوار کننده بود در سطح جهان، به خاطر از اینکه این انتخاب دوباره اوباما یک موفقیتی بود به عناصر و افرادی که اونا به سرنوشت دموکراسی می اندیشن
و نظر دارم که باید مسائل حزبیت و مسائل قومیت و مسائل منطقی و محلی جای خود و مسائل شهروندی و مسائل ارائه نظرات و پیشنهادات بده، که واقعا چیزی که اوباما را متمایز ساخت و این بود که ما می دیدیم که در هر جای در جریان انتخابات بویژه افراد و اشخاصی که در سطح میانه و سطح پایین جامعه قرار داشتند از برنامه های ارائه شده اوباما بسیار با دلگرمی استقبال کردند. و واقعا اوباما با وجودی که یکی از اقلیت های بسیار محکومی سرزمین بود، و شما می دانین که در ایالات متحده آمریکا تا مدت ها قبل تبعیض بسیار نژادی اپارتاید وجود داشت، به ویژه در مورد سیاه‌پوستا یا افریقن امریکن، که اینا بسیار زیاد تبعیض روا داشته می شد. و حتی پیش از مبارزات مارتین لوتر کینگ که او شهید امیرای عدالت خواهی و مساوات بود، در امریکا به حد در امی امریکای کشور پیشرفته جهان، یکی از سوپر پاورهای دنیا، به رستوران ها داشته می شده که سگ و سیاه ممنوست اینجا، و تا این حد این مسائل عمق و پهنا داشت. ولی از اونجایی که مبارزات مدنی و مبارزات مسالمت آمیز انسانی در پهنای دموکراسی این نتیجه معین خود داد، و هرچند که مارتین لوتر کینگ رهبری فقیر سیاهان او ترور شد، ولی اندیشه از او بالاخره جامعه عمل پوشید، و امروز ما شاهد هستیم که 4 سال یک امریکایی سیاه‌پوست، یک جوان مستعد، یک جوان با احساس، او تانست که بر سکوی رهبری مملکت پهناور قرار بگیره. که ما امیدوار هستم که این درس بزرگی باشه برای کشورهای عقب مانده، به خصوص با کشورهایی که تمدید دموکراسی میکنن، که اینا هم بتوانند از این الگو پیروی بکنن. و به ویژه در کشور ما که 3 دهه بیشتر جنگ و سیاروزی است، و این سیاروزی ما هم دورانی است که قبل از مارتین لوتر کینگ میتونیم بگویمش، مناسبات قبیلوی، مناسبات قومی، مناسبات محلی، تبعیض‌های زبانی بیداد میکرد، و ما امروز هم متاسفانه و متاسفانه شاهد امو بدبختی ها هستیم، که با تاسف و تعلم ما از دموکراسی سوی استفاده و بهره برداری نامطلوب میکنیم، و دولت مدارای ما به ویژه کسایی که در رأس دولت هستند، اینا مسئولیت بسیار بزرگ دارند. این مسائل و معضلاتی که در یک کشور هست، در قدم اول دولت مدارها و دولت ها سهمی ارزنده دارند. اونا هستند که سمت و سو میتن سیاست ها را تعیین میکنند. و اما برعکس در کشور ما هنوز هم روشن فکرای ما و کسایی که در قدرت هستند، یا کسایی که در عقبی ازی هستند که چه وقت اونا قدرت هم تصاحب بکنن، افراد اشخاصی متاسفانه از دموکراسی هنوز سوء استفاده میکنن، و به این پندار هستند که هنوز هم مردم ما مردم خواب دیده نیم قرن قبل هستند، و میشه با سیاست های دو پهلو، با سیاست های عوام فریبانه مردم فرفت و بر اریکه قدرت همچنان تکیه زد، که خوشبختانه ما این نسیم دموکراسی را هنوز هم در کشور داریم، و این برنامه ها و این سیاست های غلط چند پهلو که ما را به این مصائب کشانده، و امروز مسئله بسیار مهم که ما به او مواجه هستیم مسئله وحدت ملی هست، که از جایی که ما از 1 سال قبل که این برنامه را شروع کردیم و نامی از نگین هویت هست، بیشتر سر مسائل هویت و اینکه چگونه ما بتانیم به یک وفاق ملی، به یک اتحاد ملی، و سرانجام به وحدت ملی و به شهروندی برسیم. این یکی از آرزوهای برنامه است، و این برنامه در این راستا با شجاعت، با پایمردی و با صداقت پیش میره.
البته میدانم ما خودم شخصا که ارائه برنامه ها از این قماش کار آساده و دشوار نیست، یک رسالت است. ما مجبور هستیم که این رسالت باید به پیش ببریم، هرچند با تنی نحیف، با فکر ضعیف و با بنیه مالی ناتوان. امی لحظه ما این برنامه هایی را که پیش میبرم با یک حالتی که خودم در یک فقر بسیار نهایت اقتصادی و شاید حتی فقر فرهنگی مواجه باشم، ولی یک عشق مرا وامی داره که ایکی از دست درست کاری بکن و ما به سهم خود ولو یک جوی را بتانم، یک خشت را بتانم بر بنای وحدت ملی افغانستان بگذارم، این بر ما افتخار جاویدانه خواهد بود و به می اساس ما با یک عشق آتشین این برنامه را پیش میبرم. به تنهایی پیش میبرم، متاسفانه باید اذعان بکنم، باید بگم، باید گله بکنم از هموطنان و دوستان عزیز ما که کمک های مالی چی جای خود بانه که حتی زحمت نمیتن خود که برنامه های تلویزیون و برنامه های آموزنده تلویزیون ها رو بشنون، ولی پالج کردن فقط به فکر تعصبات و تحقیر و توهین و برچسب زدن های بسیار ناجوان مردانه که هیچ گونه ماهیت انسانی نداره. ما در این تلویزیون های برون مرزی من میبینیم، در نشرات برون مرزی میبینیم، در سایت های اینترنتی میبینیم، در فیسبوک میبینیم، فقط بجز اراجیف، بجز توهین و تحقیر، بجز چسبیدن به مسائل خاص زبانی و منطقوی و محلی کار دیگه ساختن است. و گپی بسیار جالبی هست که این هموطن های عزیز ما فقط توهین یاد دارن، فقط تحقیر و اهانت یاد دارن. ای کاش اینا وقتی مسائلی را که شروع میکنن، وقتی که طرفی را به باد ناسزا میگیرن، عالمانه مسائل به بررسی بگیرن، اینا کندوکاو بکنن مسئله را و در مقابل استدلال بکنن که متاسفانه این رقم نیست. و مولانا میگه که دلایل قوی باشد و معنوی، نه رگهای گردن قوی. متاسفانه از ما رگهای گردن ما قوی است، رگهای تعصبات ما قوی هست و ما ناگزیر هستیم با روشن فکران، چیز فهمان، اون کسایی که دلشان به وطنشان میسوزد. باید در این راه، در راه اساسی که تمامیت ارضی کشور ما را و مسئله وحدت فکری و فرهنگی و وحدت همه جانبه اقوام و ملت ها و مذاهب کشور، این ما به طرف یک پلورالیزم سیاسی و فرهنگی باید بپیش بدازیم. هیچ کس هیچ کسی را حذف نکنه، هیچ کس به کسی دیگه فضل فروشی و برتری خواهی نکنه. این نیست اندیشه انسانی، ولی با خواب و خیال نمیشه. هستند کسایی که امی مسئله را با ما موافق نیستند، بگن گفتنی حرفای گذشته تاریخ این دردی را دوا نمیکنه. و پس وقتی پرسان کنین خب رای حل چیست، هیچ چیز نداره در چانته خود که با شما ارائه بکنه. و یک تعداد به این حالتی پسیف، به این حالتی تماشابین که حالتی کرختی و به احساسی است، به این پناه بردن و ادهی به فراموشی و ادهی به بزنس و تجارت و تجارتی، حتی تجارت خون، تجارت نامیمونی، خودفروختگی. و امروز ما میبینیم بسیار مسائل اوریان است. هستن افراد اشخاصی که شما وقتی که داخل کشور بروین داد وطن خواهی میزنن، اما همیشون فقط به فکر چاپیدن جیب مردم هستند، به فکر اندوختن هستند، به فکر زراندوزی هستند، به فکر قوم پرستی هستند، به فکر ای هستند که چطور عقده های سرکوفته خود، عقده های حقارت خود با تجمل، با زورآزمایی و با حرکات غیر انسانی اونا رو تبارز بدن. ما از این قماش کم نداریم و در این کشورهای غربی هم متاسفانه ما وضع بهتر و خوبتری از داخل نداریم. حتی در بعضی جهات
داخل از ما بسیار خوب است. حداقل 30 چند سال جنگ و دربدری مردم سیاسی ساخته. مردم اونجایی فرهنگ مماسات پیدا کردن، فرهنگ تحمل همدیگر پیدا کردن. مسائل شما در تلویزیون های داخل میبینین، از طریق همی جادو شما تلویزیون های شمشاد میبینین، تلویزیون طلوع را میبینین، تلویزیون یک میبینین و تلویزیون های دیگر میبینین. در اونجا برنامه های که در تلویزیون های ما اینجا و یا در نشرات بیرون مرزی ما وجود داره به این شکل بسیار عقدهی و سطحی نیست. ما در طول این مدت بجز از فحاشی، بجز از سلی بروی هم زدن کار دیگه ای نکردیم و متاسفانه و متاسفانه نمی کنیم. ما بسیار با تاسف باید عرض بکنم که نیم مایوس هستم، البته مایوس نیستم. مایوس به این هستم که وقتی که با هموطنا در میان میگذارین که ما این یک برنامه داریم، شما ببینین برنامه را، با ما نظر بتین، ما را راهنمایی بکنین، در دیالوگای ما سهم بگیرین، بسیار سر بالا و سر راست میگن که برادر، از این تلویزیون های لس آنجلس و از این تلویزیون های امریکایی ما خسته شده. این یک واقعیت از دلش هر کس خوش میشه یا خفه میشه. ما با ده ها نفر برخوردیم که میگن ما اصلا نمیبینیم، فقط یک خبرها را میشنویم و دیگه با این دیگه مسائلی که هست و حق هم دارن. ببینین از مدت هاست که فقط کوبیدن است، فلانی جنایتکار است، فلانی دزد است، فلانی هست، فلانی هست، اما سند ارائه کردن، مسائل مطرح کردن، حساسیت ها رو بر نظر گرفتن و به خاطر اطلاع کشور حرف مسئولانه زدن، این حرف ها متاسفانه وجود نداره و این هست که ما مایوس میشیم که چرا افراد اشخاصی که در بیرون کشور هستن یک زندگی به نسبه آرامتر، البته زندگی آرام به این معنی نیست که اینا فارغ از همه تشویش ها و اندیشه ها باشن، ولی نسبت به داخل کشور، نسبت به انبوه اکثریت مردم یک مسئولیت دارن و مسئولیتی که تشویش از آینده ندارن. امروز در کشور ما مردم پریشان هستند، مردم برای فردای خود اطمینان ندارن. همین لحظه مسئله هنگامه برآمد قوت های خارجی بی ثباتی را بار آورده، سر تمام شونات اقتصادی سیاسی و فرهنگی ما تاثیر کرده. مردم دارن به طرف فرار از کشور علاقه میگیرن و خود حتی به کشتن میتن. شما میبینین که امروز فرار و پناهنده شدن با وجودی که ما مصائب از زیر میبینیم و ما در حسرت هستیم که کاش ما در کشور باشیم، حداقل در اونجا در پهلوی هموطنهای خود و لحظه از نظر وجدان آرامش داشته باشیم. اما او بیچاره ها چرا تجارب بسیار تلخی دارن، تجارب که ما خودم را با گوشت و پوست خود لمس کردیم، راکت ها را دیدیم، کشته شدن ها را دیدیم و ای که تظاهر زنده مانده می حرف دیگه ای هست و از دل از او من میایم. نه او آقازاده هایی که 30 سال پیش وقتی که اندکترین تحول یا خوب یا بدی که در کشور آمد برقرار ترجیح دادن و امروز اونا داداش دم از وطن پرستی می زنن. که اگر اندکترین آزر می وجود داشته باشه سر به گریبان فرود بیارن و حرفای غیر مسئولانه نزنن. ما میشنویم وزیرستان ها که به صورت مطلق گرایی میکنن بنا به سلیقه هایشان افراد اشخاص دیگه ای را توهین میکنن، توهین به اشخاص و افراد، گاهی در مجموع توهین به یک کتله عظیمی کشور میشه. همو اصطلاحی بسیار عامیانه داریم، میگه اگر ترک گفتی ترکستان میجبه و به این سبیل حرف ها. ما باید با مسئولیت و با وجدان صحبت بکنیم، نه ای که هرچی از دانمان ماد گفته بریم. حرفای احساساتی، حرفای تحریک کننده، حرفایی که ما فقط عصبیت های ملی و قومی را زیادتر دامن بزنیم. نه، ما من حیث عناصر و افرادی که دلمان به وطنمان می سوزه باید مسائل علمی بررسی بکنیم. در مسئله ای که
بسیار برای ما بسیار زیاد مهم بود و ما آنقدر خوش بودم با وجودی که ما جای مصروفیت داشتم. ما وظیفه دادم از وای خانواده را که اونا باید رأی خود به پرزیدنت اوباما بدن و تشویق کنیم هم تنها. ما خوشبختانه دیدیم که همه به خصوص عرض کردم اقلیت هایی که در این سرزمین زندگی می کنند خلاف انتخابات های قبلی همه به صندوق های رأی رفتن، همه از این خوشبینم. ما امیدوار هستیم یک درس خوب باشه برای ما و چیزی که بسیار زیاد ببینید که ما همی تلویزیون های ما و افراد اشخاص مقرز ما که زیاد دامن میزنن چند موضوع را. مسئله اقلیت و اکثریت که امروز ما در دموکراسی اینجا دیدیم سیاه‌پوستا یک اقلیت هستند و جامعه امریکا مسئله اقلیت و اکثریت اصلا مفهوم خود است داره. ولی با آن هم اقلیت ها اینجا هستند و اقلیت ها حق دارند از فرهنگ خود، از هویت خود دفاع بکنن و مراسم مذهبی خود آزادانه داشته باشن. یعنی هیچ گونه ممانعتی در کشور وجود نداره و امو مسئله بود که امروز جامعه به حد آگاهی سیاسی پیدا کرد که برش مطرح نبود که ای کی هست، مربوط به کدام قوم، مربوط به کدام نژاد است. اما با تاسف کشور ما کسی پشت برنامه کس نمیگیرد، فقط وقتی خوشش نامد یا مربوط به تبایی بطلان میکشد. فرض مثال وقتی که مسئله مطرح میشه امروز سر تمرکزگرایی یا فرض مثال مسئله سیستم پارلمانی و سیستم ریاستی، شما میبینید در بحث ها فقط ای که از طرف یک کسی مطرح شده یا از طرف اشخاصی مطرح شده که اونها خوششان نمیه یا مربوط به گروه و حزبی که مخالف از او هستند، بدونی که بفهمند، بدونی که بدانند، بدونی که سرش فکر بکنند، سر این مسئله یک چلیپا میکشند. حالا که ما در گذشته خودمون مسئله چی داشتیم؟ تا حدودی مسئله سیستم پارلمانی داشتیم، صدر اعظم داشتیم در طول این مدتی که بوده و در امون دوران زادشا، در امون دوران های گذشته شاروالی ها، شهرداری ها انتخابی بودن، مردم انتخاب میکردن و در دوران دوره هفتم شورای ملی رو ببینین احزابی وجود آمدن که حزب وطن بود، حزب خلق بود و انتخابات شاروالی ها اینا بود و یکی پسان باز اینا پس به دوباره به شکل استبدادی در حیطه دولت ها آمد و دولت ها همه چیز تصاحب کردن که ما باید بیوزی به پیش می رفتیم که پس رفتیم. اینی مسائل است که ما باید با وجدان خود مطرح بود. وقتی که مسئله اقلیت و اکثریت که وقتی در دموکراسی هست، اقلیت و اکثریت در دموکراسی به معنی طرح ارائه برنامه است. اوباما چی داشت؟ چرا مردم های سفید و سیاه هر چی هستن عاشق روی اوباما شدن اکثریت از این؟ فقط مسئله طرح از این. حزب دموکراتیک برنامه را مطرح کرد و برنامه را روی دست گرفت که از او جمله مثلا هلت انشورنس بود که همگان میدانیم که در امریکا ما کسایی که عواید ناچیز داریم یا طبقه پایینی جامعه، طبقه متوسطی جامعه چی رنجی را میکشن و چی مصیبتی در این کشور از خاطر انشورنس هست، این را مطرح کرد. مسئله تکس مطرح کرد، سرمایه‌دار در این کشور تکس کمتر میدن نسبت به مردم عادی و عملا میبینیم که رامی خودش یک سرمایه‌داری بزرگ است، از منافع سرمایه‌داری دفاع کرد. طرحهای از او طرحهای جنگ افروزانه، طرحهای ماجراجویانه، طرحهایی که در خود دوره بوش بود، بوش پدر و بوش پسر و که جهان با او تقریبا وارونه ساخت و امروز اثرات از او هنوز هم است. ولی با همه این حرفا ارزمه چی هست؟ ارزمه هی هست که هنوز هم دهی کسایی هستن که ما در افغانستان وقتی میگیم به طرف دموکراسی میریم، به طرف انتخابات رفتیم، میریم واقعا انتخابات ریاست جمهوری پیش روی داریم، مسئله اقلیت و اکثریت از نظر اتنیکی مطرح میکنن.
که فلان قوم اکثریت از فلان قوم در حالتی که هیچ سرشماری وجود ندارد و یا امی چی به درد ما میخوره این مسئله کی اکثریت است کی اقلیت است وقتی که انتخابات باشه یا نمونهش مثلا انتخاباتی که در شوراهای ملی شد در یک ولایت اکثریت یک اتنیک بوده دموکراسی است هر کس که در صندوق شورای بیشتر رفتید فرق نمیکنه که او هزاره است او ازبک است او پشتون است او تاجیک است او هر کسی است این برای ما باید مطرح باشه نه ای که ما بگیم در فلان ولایت چند وکیل پشتون است چند وکیل هزاره است چند وکیل ازبک است ترکیب ملی که به شکلی در افغانستان آمده و سر از این عنوان میکنه خائنانه ترین مسئله را اینا دامن میزنند که ما باید به طرف اصل دموکراسی گلاویز شدیم به اصطلاح فلانی قوم اکثریت است زبان فلانی زبان زبانی اکثریت است زبانی ملی هست زبانی ای هست زبانی او هست بین بگذاریم که هرچی که هست هست چرا ما سر واژه ها جنجال و بدبختی ها داریم سر کلمات روشن فکر ما به وضعی که در مرجعی قرار داره که باید خدمت گذاری بکنه پلان بکنه از این طرف پول دوزی میکنه از اون طرفی مسائل دامن میزنه و فردا یک سال بعد دیگه آرام یا با کشورهای خارجی پاسپورت که خود داره و اونجا میدونه مردم میدونه و مسائلشون اما خوشبختانه براتون بگم در جامعه افغانستان امروز این مسائل همین کسایی که این مسائل دامن میزنن اینا جای پای ندارن این همی قسمی که اوباما را یک جنریشن جدید جوانای امریکا آوردن این همی قسم ما امیدوار هستم یک نسل جدیدی که امیل از در حال تشکل هست در افغانستان اینا سر این مسائل خط بطلان میکشن و به شهروندی میگرن شهروندی افغانستان هر کسی که هست هست سیاست سفید از زرد سر چی هست مثل که گفتم تجربه امریکا بهترین یک ملاک است برای ما اگر ما درایت داریم اگر ما وجدان سیاسی داریم باید این تجربه تعمیم بکنیم این تجربه باید ما بیهوده نگیریم و مسئله دیگه که همین دو موضوع را که ما مطرح کردم برنامه سیاسی برنامه سیاسی برنامه فرهنگی برنامه صحیح و برنامه های که به نفع مردم باشه باید ما را ارائه بکنیم نه ای که با مسائل بچسبیم که یک گروهی را به دور خود گرد بیاریم و در حالی که با او واقعا دلسوزی مردم نداریم امروز مردم ما نان کردن امروز مردم ما امنیت کردن امروز مردم ما برادری بدون برامیلی که برابر نیست در اونجا آرامش نیست در اونجا صلح نیست من شب با کسی در آسیا ایمنه بود تماس کرد با من او بسیار اگه موضوع خوب دامن کرد بیان کرد که گفت که ما مشکل من با خانواده ماست خواهر ما برادر ما با هم با هم گپ نداریم ولی که هیچ مسئله ای نیست چون ما نوی امراضی امو جامعه عقب مانده خود داریم همیشه مسائل میراث بوده همیشه مسائل غیبت ها و گفتگو و بیکاری ها بوده و کارهایی بوده که به اساس سلیقه به کار بردن و عمده ترین حرفی که ما زیاد سر زود تاکید میکنم از روشن فکرا گله دارم از چیز فهما گله دارم از کسایی که خود متخصص و کادر میگیرند از اولا گله دارم اینا هستن که آب باز شاوی دشمن میریزن البته این بیمانان است که کل این قشر عزیز و منور به این امراض ملوث هستن نه ولی متاسفانه یک عده بسیار زیادی ما باید تلاش بکنیم که افراد و اشخاصی که فقط به مصالح ملی وطن می اندیشن برای اطلاع و مملکت فکر میکنن دلشون ناله تلخی سیاروزا تکان میده اونا
با هم یک جا شوند و می شوند. ای یک حکم زمان است. بهار عرب بسیار نمونه مدرن امی مسئله هست. چطور جوان ها پیدا کردند؟ امروز هم در فیسبوک، در امکانات، در اینترنت ها ما باید امیتو افراد اشخاص هم نظر خود پیدا بکنیم. ما بسیار زود گری می خوریم. ما همچنین امشب با یکی از دوستای بسیار قدیمی خود از طریق فیسبوک وصل شدیم. او هم دردی داشت و رنجی داشت و گلهی داشت از این اربابای قدرت، از این دلالای سیاست که بسیار یک اصطلاح خوب به کار برده بود که برای بزرگنماها و اجارهدارا اینا قر گفتن، همین اصطلاح بسیار محلی وطنی را استعمال کردن. ما برشون گفتیم برادرها شما داخل هستین، شما در متن جامعه هستین، شما با هم کنار بین پیش دروین. ما افراد اشخاص خدمتگزار شما هستیم. ما فرد هستیم. ما افراد هستیم. ولی قطره قطره دریا میشه. خوشبخت به این هستیم که واقعا زمینه دموکراسی داره فراهم میشه. ما باید تلاش بکنیم از این دموکراسی با همه ای سو استفاده های از یک شده. اینمی دستاوردهای ناچیزی که هست بازم بهتر است از برگشت عناصر سیاه، عناصری که امتحان خود دادن، سیبت بار آوردن، هر روز تخم نفاق میکارن، هر روز هزارها هموطن موت را به خون خاک میکشن. بزنها چی میکنن؟ این عناصر پشت سر خود پشتوانهایی دارن، حرفهایی هست. خدای نخواسته این غفلت ما باعث ازی شوه که جامعه ما پس به طرف جنگ داخلی، به طرف بحران و به طرف مصیبت و بدبختی بره که دیگه باز این زمینه و امکانات نیست که باز پس دوباره جامعه جهانی بیایه و کمک های وافر و منابع سرشار باشه که یک امیدواری به او باشه. نه این گپا نیست. به هر صورت ما تا جایی که عقل قد داد از این مسئله پیروزی و با ما نهایت وجدانم خوش شدم و ایره یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ دموکراسی می دانم و من مطمئن هستم که اوباما در جمله شخصیت های مطرح زمان خود یک الگو خود بود. البته ایرم باید می دانیم دست پاگیری هایی داره، مشکلاتی داره. اگر این مشکل دست پاگیری های از اینه می بود شاید به مراتب کارهای بسیار بزرگ انسانی می کنه. یکی از مسئله ای که بسیار زیاد ما همه با او باید بباله میست که گفت که ما از مابین مردم برآمدیم. واقعا از مابین مردم برآمده، با سختی ها دست و پنجه نرم کرده، درد و رنج مردم دیده. ای که افراد اشخاصی که از مابین مردم برمیخیزن اونا درد مردم احساس میکنن و اینا قابل حمایه و پشتیبانی هست. ای کاش شاهدی ازی هستیم که روزی ما در کشورمان همچو روند را شاهد باشیم که همه مردم فارغ از گروپ های مذهبی و سیاسی و ملی و قومی همه بر یک اندیشه تکیه بکنن، بر یک برنامه مدون سیاسی، برنامه که در تمام آرمان تمام مردم افغانستان دارد. بنابراین برنامه روزی ما که چند هفته قبل ما و امروز بنابر زکی و ما در لس آنجلس برم یا استاد بزرگوار که مدت زیادش رو اونا رو زیارت کردیم. به خاطر این هفته چون معرفی کتابی بود ما باید سر عیاری از خراسان نوشته استاد خلیلی هم که ارتباط داشت به کتابی
خبير چی میکردیم در ارتباط بود ایرا جریان یک بود داره ما را چی میکنیم هرچند برنامه ای بود که باید 33 سالگی شهادت روانشاد بدخشی را هم باید تجلیل بکنیم که امیدوارم هفته های آینده به این کار توفیق حاصل بکنیم. به هر حال ما برنامه خود با یک غزل زیبایی از ابوالمعالی میرزا ابوالقادر بیدل که او در رابطه با همین مسئله مسئله ما و منی برتر مسائلی که ما با او سر دوچار هستیم او را به خانش میگیرم و اگر هموطنهای عزیزی که در رابطه با برنامه قبلی ما یا از حرفایی که ما خدمتشان را کردم تلفنی داشته باشند و حرفی داشته باشند در این خلال 5 دقیقه ما حاضر هستیم که پاسخ بگم به پرسشانشان و یا سفارشات و حرفای نازنین ما را بشنیم. در سواد اعظم می خوانیم که میگه دل زینا بینایی خود می کشد جسد، دل زینا بینایی خود می کشد بار جسد، تا گره در سینه دارد دانه خاکش سر است. دل زینا بینایی خود می کشد بار جسد، تا گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. گره عقده است، تا زمانی که دانه از خود نمی برای خاک بر سرش است. ما باید از خود برایم و بینا شویم. البته توجیه ازی بسیار وقت می گیره و چون مجالش نیست ما با فقط با قرائتش اکتفا میکنم و امیدوار هستم که بتونیم در برنامه های قبلی این سیری در بوستان سعدی را کشیم و مسائل فرهنگی که متن اصلی برنامه ما سوره ای دل زینا بینایی خود می کشد بار جسد، گره در سینه دارد دانه خاکش بر سر است. عرض ما و من چه دارد جز بروی هم زدن، عرض ما و من چی دارد جز بروی هم زدن. یکی میگه ما هست و اون میگه تو هست، چی دارم جز بروی هم زدن. جز یک دیگه خود نابود کردن کشتم. عرض ما و من چی دارد بروی هم زدن، موج این دریا شکستی شیشه یک دیگر است. زیما مدعا و مثل است، در مصرهای اول مطلب بیان میشه، در مصرهای دوم نمونه و مثال آورده میشه. عرض ما و من چه دارد جز بروی هم زدن، موج این دریا شکستی شیشه دیگر است. عافیت از عالم امکان نباید خواستن، خانه زنجیر سامانش همین شور و شر است. عافیت از عالم امکان نباید خواستن. سری را که ببینید خب والا خدا مهربان است. عافیت از عالم امکان نباید خواستن، خانه زنجیر سامانش همین شور و شر است. حرکت کنیم، بعد یکی به دیگه پیوست شویم. توف خود کن تا حقیقت نشأه حاصل کنی، گرد دل گشتن در این میخانه خط ساغر است. از ضلالت تا هدایت نیم گامی بیش نیست، از ضلالت تا هدایت نیم گامی بیش نیست. هر که در لا ماند و در الا نیامد کافر است. سعی عاشق را به جهد مردمی دنیا مسنج، سعی عاشق را به جهد مردمی دنیا مسنج. وجد طفلان دیگر است و رخت بسم الله دیگر است. سعی عاشق را به جهد مردمی دنیا مسنج. ما بیشترم نگفتم تا آشقا، تا افراد اشخاصی که
از امکانات مالی خود، از زندگی خود، حتی از سر خود نگذرند، اونا عاشق نمیشن. عاشق های وطن امی کسایی هستند. سعی از یار با جهد و تلاش مردم عادی باید سنجش نکنیم. مردم عادی به فکر از است که موتر خوب داشته، پول خوب داشته، زندگی خوب داشته، زنی خوب داشته باشه. ولی عاشق با فکر از یار تلاش باید مقایسه نکنیم. چرا؟ وجد طفلان دیگر است و رقص بسمل دیگر است. این خوشی و وجد و سروری که طفلان میکنن به خاطر یک بازیچه و به خاطر یک ساعت، چه خوشی و وجد دارد. این با رقص بسمل 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 نیمه جا او به خاطر حیات رقص. خسر عرفان است دل در ساز جوت گم شود، چون آنوا عالی شد زنان. خسر عرفانت دل گر ساز جوت گم شود، کن آنوا عالی شد. شد معنیش منبر است. معنی چی؟ معنی از این هست که قصر عرفان، عرفان مسائل، عرفان مسائل وحدت وجود، وحدت شود، حرفای است که بحثای بسیار زیادی داره. اما اگر تو از حالتی فقط وجود، یعنی حالتی که بخوری که تا نمری، اونمو حالتی ریاضت کشیدن است. وقتی تو نانت از شکمت، از نفست بگذری، اونمو دکان به منبر است. چرا؟ منبر جاییست که باید در اونجا بی غرز، بی مدعا، بی دلیل. از حیا مگذر که در ناموسگاهی اعتبار، از حیا مگذر که در ناموسگاه اعتبار، شرم مردان را وقار است و زنان را زیور است. خدا کند تماتان های عزیز، ما در استودیو یک صدای صدا را میشنم، غالمغال میشنم. خدا کند ای در برنامه لایف ما تاثیر نداشته باشه و امیدوارستم که اگر اخلالی در جریان صحبت برنامه ما میبینین، او را به بزرگواری ببخشین. و همچنین از متصدی استودیو خواهش میکنم که در جریان پخش برنامه صحبت از یا شنیده میشه. بر دل آزاد هر کجا آبی روان یخ بست. عاقبت شام جوانی صبح پیری می شود، ابتدای چدود است این پا خاکستر است. عاقبت شام جوانی صبح پیری می شود، ابتدای هر چی دود است انتها خاکستر است. گر حیاتی جاودان خواهی دلی روشن طلب، گر حیاتی جاودان خواهی دلی روشن طلب. آب حیوان موجی از آینه اسکندر است، نشه مردی خدا داد است که از جهد نیست. نشه مردی خدا داد است که از جهد نیست. زاده ای زر با همه جوشی تحور دختر است. زاده ای رز، ببخشید، زاده ای رز، رز به معنی آب. زاده ای رز با همه جوشی تحور دختر است. عالمی آزادیت رفع غباری جوست، معنی پرواز رفشاندنی حال و پر است. دستگاه لاف سیار است اما مرد کو، هیهات بیدل. دستگاه لاف بسیار است
اما مرد کو یا مولانای بزرگ میگه زین همراهانی سست عناصر دلم گرفت، زین همراهانی سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دستگاه لاف بسیار است، اما مرد کو آبروی ذوالفقار است، تای دستی حیدر است. ای توانگر گر بود منظوری بینش عبرتی، ای توانگر گر بود منظوری بینش عبرتی، استخوانی پهلوی ما ناتوانان منبر است. در بحثی که پیشتر داشتیم و این بحث در برنامه های آینده عنوان میکنیم که ما سر مسائلی که پیشتر سر دموکراسی گپ زدیم و سر مسائل در دموکراسی کسی برنده هست که او از خود طرح و برنامه ای دارد. دیگه علی سر زیرات خیلی و بله 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 فرمان برنامه نگین هویت است. بله بله فکر میکنم سیستم بله فقط با 5 دقیقه دیگه هم برنامه ادامه میتیم و شما عزیزا را باز به خداوند کریم میسپاریم تا برنامه آینده. و فقط در برنامه آینده ایرا انانس میکنم که با مسئول عرض کردم که دور حیاتی است انتخابات آمریکا گرفتیم سر مسائل اقلیت و اکثریت و سر مسائل امی نظامی که امروز در ایالات متحده آمریکا هست، یک نظام فدرالی هست و این نظام فدرالی هست که امی جامعه کثیر الابعاد، جامعه که در هر گونه تنوعات قومی، تنوعات مذهبی و سیاسی وجود داره، یگانه سیستمی که امروز کارآمد آمده و ایرا امریکا را و کشورهای دیگه تنها نه تنها امریکا مسئله سیستم فدرالیزم است که متاسفانه و متاسفانه در کشور ما باز هم میگم فقط افراد اشخاص بنا به سلیقه های خود یا بنا به منافع قشری و منافع قومی و سمتی و یکپای خود یک حساسیت بسیار نابجایی را به کار بردن. بیاین سر از این مسائل کار بکنیم و پیشنهاد بکنیم که چی سیستمی خوبتر میتونیم از سیستم فدرالی داشته. بیا سیستم فدرالی انواع و اقسام بسیار زیادی داره که ما یکی از مسائلی که میخواستم در ابتدا بگم یادم رفت که امی مسئله تمرکز قدرت در یک نقطه، چی ریاست جمهوری باشه و چی سیستم شاهی باشه یا سیستم آخوندی باشه یا سیستم کمونیستی باشه، در همه یعنی سیستم هایی که ایدئولوژیک هستند، سیستم هایی که نظام های مطلق دیکتاتوری دارن، همش یک سان است، همش فقط قدرت در یک نقطه تمرکز میکنه. تمرکز قدرت در یک نقطه فساد بار میاره، دیکتاتوری بار میاره و بالاخره جنایت بار میاره و سرانجام تجزیه و
از همگریزی رو بار میاره. در مسائلی که در افغانستان در این وقت دو سی سال اخیر مطرح شده، البته از ابتدای 10-11 سال پیش هم مطرح شده بود، در لوجیک قانون اساسی مطرح میشد، این مسئله پارلمانی، مسئله ریاستی مطرح شد و بحث های داغی بود که متاسفانه بازجو اعمال قدرت و زور صورت گرفت و تحمیل شد. اگر امو لوی جرگه ای که 25 روز دوام کرد، اگر هموطنا به خاطر داشته باشن، لوی جرگه ای که زیر خیمه صورت گرفته بود بعد از جلسه بن 25 روز دوام کرد و ای یک تجربه بسیار خوب بود که تمام نماینده های کشور با هم بحث می کردن، گفتمان داشتن و این گفتمان خب البته تا حدودی باز به یک مصالحه رسیدند. ای البته در 25 روز بود، اگر ای ما در 10 سال دوام می دادیم، امروز ما بزرگترین دستاورد رو داشته. مسئله تمرکز قدرت که امروز در افغانستان می بینیم، فرض مثال رئیس جمهور به نام یک کسی که مردم انتخابش کرده و میلیاردها دلار مصرف شده از خونی مردم و از نام مردم، از هر جایی که پول آمده، بالاخره از بودجه مردم مصرف میشه، ولی دستاوردی نداره. این که بسیار گفته شده حاجت و بیانش نیست، عیان است. مثالی که شورا را کم مایه ساختن، شورا را بی صلاحیت و بی وجه ساخته و درگیری بین شورا و بین رئیس جمهور که باید همه چیز در اختیار رئیس جمهور باشه، باید وکیلا تابع فقط دستور دستگاه ریاست جمهوری باشه و حال هم میبینه که باز از وسیله های دیگر استفاده میکنن، همین پول ملت بیچاره وکیلا را خریدن و از این خودش از ورای تصمیم های شورا دیده میشه. یک روز شورای داد شد تند و داغ است، دیگر روزی که باز تطمیم میشن یک تعدادش به یک شکل دیگه، باز امو اهداف و ارمان دولت برآورده میشه، یا گاهی خود دولت برای سال، برای 6 ماه و 8 ماه و 10 ماه هیچ امو طرح شورا را قبول نمیکنه. اینی تناقضاتی که هست چرا؟ فکر همیست که فقط همه قدرت در یک رأس چی میکنه؟ تمرکز میکنه. شما در ایران در نمونه های کشورهای خود ببینیم، همسایه خود ببینیم، در ایران همه اینگه انتخابات میشه، رئیس جمهور است، ولی حرف آخره منشی مذهبی میزنه، فرد آخر هر چی که خواست، 80 میلیون 75 میلیون نفر رأیش هیچ ارزشی نداره، تصمیم آخری را یک فرد میگیره. این خودش اغوای دموکراسی هست. یا در سیستم نظام های توتالیتر کمونیستی هر کار از دولت رهبری میکنه، سیاست و پالیسی رو تعیین و اقتصادش از سوئیس گرفته، نمونه های چند زبانی در اونجا هست، چندین زبان در سوئیس و در کشورهای دیگه هست، در کانادا هست، اما هیچ معضله ای نیست، جنگ دو زبان نیست یا سه زبان نیست، که زبان دیگر هست و اون زبان بگه چرا به این کلمه تو گپ زدی و به اون کلمه نیست. سوئیس، کانادا می لازه نمونه بسیار خوبش است، اما یک تعداد کشورهای دیگه متاسفانه بعد از اینکه بعد از قرن 19 جنبش های آزادی بخش که با وجود آمد، در یک برنامه بسیار غیری انسانی اینا فرو رفتن، ملت سازی به اساس نقشه جغرافیایی تعیین شده استعمار. نمونهش امروز میبینیم ترکیه با همه خوبی هایی که داره نظام سکولار داره، امروز دولت
أولاد صدر أعظم غير بوست با کرد بیچاره اجازه نمیده که از فرهنگ خود از زبان خود دفاع کنه. نداره که احتا بوگه من کرد هستم. باید بیشتر کنه که ترک است. هر کس از ترکیه است باید ترک است. هر کس از ازبکستان است باید بوگه ازبک است. هر کس از تاجیکستان است. این ایت ایت امکان نداره. هر کس از افغانستان است افغان است. این مسائل آمد با اساس از این بسیاری اقوام و زبان ها اینا حل شدن در یک زبان. این یک نوعی از ارائه و ملی بود که آیا این در اون وقت به کار رفت امروز قابل هست یا نیست؟ اینا با بحث شد و ما یکی از گپای خوبی که روز دیدم که جناب علی احمد جلالی وزیر پیشین که یکی از طرفدارای پروپاقرص سیستم ریاستی بود او اخیرا اعلام کرد که این سیستم ناکارآمد ثابت شد و باید تمرکز قدرت از مرکز از بین بره و با ولایات با گوشه و اکناف کشور علاقه. البته بحث را دنبال میکنیم دیگه تا هفته دیگه. شما را به خداوند لایزال میسپارم و امیدوار هستم که هفته آینده سر ساعت ده شنبه که میای باز در خدمت شما و شما همچنین باید یادآوری بکنم که این برنامه امروزی ما را روز دوشنبه ساعت 10 بجه تکرار خواهد دیدیم و همچنین برنامه ها پس از تکرار در یوتیوب گذاشته میشه که میتونین به satvlife.com یا زیا حافظی مراجعه کنین و میتونین برنامه های ما را ببینین و ما امیدوار هستم که نظرات خود با ما شریک بسازین و ما همچنین در پایین برنامه از دوستایی که در برنامه قبلی ما اینا مسیج گذاشته بودن و تلفنی تماس گرفتن که از جمله خالد جان بود و همچنین دکتر سیم مختار و بعضی کسایی که با ما روی روی صحبت کردن از یک یک شان سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که برنامه های خود ما در آینه دوستا ببینیم و دوستا ما را راهنمایی بکنن و ببینیم که چی کاری انجام داده می‌تونیم. خداوند به همه‌تان روز خوش عطا کنه.